الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وخير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن بهديه اهتدى. محصلات گرامی، موضوع جلسه امروزی ما مسئله اختلاف المطالع است. ربط این درس با گذشته در این است که درس گذشته پیرامون نماز بود که قرائت الفاتحه فی الصلاه، و این درس پیرامون روزه است. بناهن هر دو موضوع در مورد عبادات است، و هو موضوع اختلافی، این هم موضوع اختلافی. بناهن هدف این درس شناختن اختلاف مطالع و دیدگاه فقها پیرامون آن و دلایل هر کدام. سوالات درس این است که آیا اختلاف مطالع وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد، آیا احکام فقهی به او بنا می شود یا چگونه؟ مذاهب در این مورد چه نظریه ای دارد؟ و همچنان به ویژه احناف در این مورد چه نظری دارند؟ و دلایل هر فریق چه هست؟ و بالاخره راجح چیست؟ این سوالات درس است. بناهن اختلاف مطالع، بدون شک اختلاف مطالع یک امر ثابت است. دی هیچ کسی گپی ندارد و گپش چندان اعتبار هم ندارد که آیا اختلاف مطالع وجود دارد یا ندارد. بله، اختلاف مطالع یک امر ثابت است، دی کس گپ زدن می تواند. فقها دو نظریه دارد در مورد وجوب صوم و عدم وجوب آن به همه مسلمانان در مشارق الارض و المغارب در یک وقت. در این مورد اختلاف دارن که آیا در یک وقت بالای همه مسلمانان مشرق و مغرب و شمال و جنوب یکسان فرض می گردد یا نه. در اختلاف دارن. این اختلافشان به اساس ای است که آیا مطالع القمر آیا متفق است یا مختلف است. یعنی چی معنا؟ بدون شک در طلوع قمر یا در طلوع هلال، قمر باید گفتن شود، هلال، در برآمدن هلال اختلاف است. همان طوری که در برآمدن آفتاب، در طلوع آفتاب اختلاف مطالع وجود دارد. مثلا در یک منطقه جهان آفتاب طلوع می کند و در منطقه دیگر نمی کند. این شکل سیستم مهتاب است. زمانی که در یک جا طلوع می کند، در جای دیگری غروب می کند. در یک جا چاشت می باشد، در جای دیگری خفتن می باشد. پس این اختلاف در آفتاب و مهتاب هر دو وجود دارد. در آفتاب در یک جا چاشت و در جای دیگری تقریبا خفتن می باشد. در مهتاب هم در یک جا مهتاب دیده می شود، خفتن می باشد، در دیگر جا باز نیم شب می باشد، در دیگر جا غروب می کند. بنابراین در مورد این که اختلاف مطالع ماه وجود داره یعنی، بله این یک حقیقت است، این یک حقیقت است که اختلاف مطالع
در ذاتش در این اختلاف نیست. این یک امر واقع است در بین آن در منطقه هایی که از هم دور هستند، مانند اختلاف آفتاب. اختلاف در این هم نیست که امام میتواند که امر صادر کنه بر روزه گرفتن بر اساس آن دلایلی که در نزدش ثابت است، زیرا حکم حاکم اختلاف را رفع میکند. همچنان علما اتفاق دارد در این که آن در شهرهایی که خیلی از هم دور هستند، در اونجا اتفاق مطالعه ضرور نیست که رعایت شود، مانند اندلس و حجاز و اندونیسیا و مغرب العربی. دی اختلاف نیست که در اینجا در این چنین مناطقی که از هم خیلی جدا هستند، از هم خیلی دور هستند، اتفاق مطالعه ضرور نیست. بنان در این مورد اختلاف است. رأی جمهوری است که یوحد الصوم بین المسلمین ولا عبرت باختلاف المطالع، باید در بین مسلمانان روزه گرفتن یکسان باشد، اختلاف مطالع باید اعتبار نداشته باشد. ولی نظریه شوافی این است که آغاز صوم و عید به اعتبار اختلاف مطالع ما هست، به اعتبار مسافه دور. یعنی هر منطقه از خود ماه خود داره، مهتاب خود داره. اما آنچه که در بعض اقوال شوافی می آید که مناطقی که خیلی دور هستند، حالا که مناطق دور هستند، در اونجا چون قبلا هم گفتم که آن در مناطقی که خیلی از هم دور هستند، در اونجا اختلاف مطالع معتبر است. هر منطقه مطلع خود دارد، هر منطقه به اساس همون طلوع ماه خود روزه میگیرند و یا عید میکنند. اما ای که معیار چیست، معیار چی است که ما را بفهماند به ای که این منطقه از این منطقه جدا هست؟ فقها میگوید آن منطقه که از منطقه دیگر مسافه دو روز را داشته باشد، مسافه دو روز را داشته باشد، این منطقه از هم دور هستند و می توانیم که بگوییم که اینا از جمله بلاد بعیده هستند. طوری که در بحر الرایق می گوید که ينبغي أن يعتبر اختلافها إن لزم منه التفاوت بين البلدتين بأكثر من يوم واحد. زمانه كي مسافة در بين دو شهر، در دو بلدة، در دو منطقة با بيشتر از يك روز باشد، او ديگه از هم دور است. ولی مسافة كي تعين کرده اي ضرور نیست که بیشتر از یک روز باشد، این منطقه دور است. خب بنا در این مورد دو نظریه وجود داشت، یکی نظریه جمهور، دوم نظریه شوافه. این خو صاحب چپتر مقرر ما گفته است، ولی ظفر احمد عثمانی میگوید که و شبیر احمد عثمانی، اونها به این قائل هستند که و این موضوع را تحقیق کردند که در هر مذهب سه قول وجود دارد. در مذهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، قول اول این است که اختلاف مطالع هیچ اعتبار ندارد. یعنی زمانی که در یک منطقه دنیا ماه دیده شد، دیگه منطقه باید کلش روزه بگیره، کل جهان باید روزه بگیرد. و در یک منطقه که ماه شوال دیده شد، بنان اونا که عید میکنه، کل جهان باید عید بکند. این یک نظر است در همه مذاهب. نظر دوم در همه، در یعنی در مذاهب چارگانه این است که نظر دوم که اختلاف مطالع معتبر است، بنان هر منطقه باید خودشان برای روزه و برای عیدشان ماه را ببینند و با اساس اونمو روزه بگیرند، با اساس اونمو عید بکنند.
پس میشه که یک کشور از کشور دیگری متفاوت باشه. اینا مطلقا اعتبار میده. میگه در حقیقت که اختلاف مطالعی وجود دارد، پس باید از نگاه شرعی هم باید برش اعتبار داده شود. و قول سوم در هر چهار مذهبین است که در بین مناطقی که با هم نزدیک هستند، یعنی مسافه در بینشان بیشتر از یک شبانه روز نیست، اینجا اختلاف مطالع معتبر نیست. که معتبر نشد، پس در یک منطقه که دیده شد کل مناطق مکلف هستند که روزه بگیره یا عید بکند که ماه هر وقتی بود. اما اگر در بین مناطق مسافه بیشتر از یک شبانه روز بوده، در این صورت باز اختلاف مطالع معتبر است. ای سه نظریه شد، ولی این سه نظریه خو دیگه علما ذکر کرده، ولی اینمی چیزه که صاحب چپتر از الفقه الاسلامی و ادلته نقل کرده، دکتر وهب زحیلی، ای گفته که دو قول است، یکی قول جمهور، دیگه قولی در حالی که اوتور نیستم. ابن الحمام صاحب فتح القدیر میگوید که ظاهر الروایه اینمی است که اختلاف مطالع معتبر است، ظاهر الروایت است، وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة وإليه ذهب الليث بن سعد إمام مصر كما في المغني. بنان در این موضوع گفته نمیتونیم که جمهوری یک طرف هستن، شوافی دیگه طرف هستن. خو خیر، صاحب الفقه الاسلامی و ادلتو این چنین ذکر کرده و چپتر مقرر امام همین است. ما بمی آنچه که در چپتر است اینمی معتبر است نزد ما. علی عبارات را نقل میکنه و عباراتی که برای ما در اینجا ممد واقع می شود. و اذکر اولا عبارات الفقها فی هذا الموضوع المهم. احناف میگه که اختلاف مطالع و رؤیت الهلال نهارا قبل الزوال بعده غیر معتبر. اختلاف مطالع معتبر نیست بنا به ظاهر مذهب و اینمی قول اکثر مشایخ و علیه الفتوا است. پس لازم است بالای اهل مشرق روزه بگیره بر رؤیت اهل مغرب، وقتی که ثابت شوه نزدشان رؤیت آنها به طریقی که موجب باشه، ما این که دو نفر شهادت بهده یا بالای فرمان یا حکم محکمه شهادت بدهند، یا خبر مستفید شوه. اما با شایعات مردم عام یا خبرای سر چوک او باز اعتبار نیسته، چون که او یک حکایت است. پس احناف اینمی میگفتن که اختلاف مطالع معتبر نیست، ولی ما گفتم که در احناف هم اقوال دیگر متأخرین، ای قول متقدمین است، ولی متأخرین میگه که معتبر است. و مالکیان میگه که هلال اذا رؤی الهلال عم الصوم سائر البلاد قریبا و بعیدا، وقتی که هلال دیده شد روزه باید در همه مناطق گرفته شود و در اینجا مسافه قصر در نظر گرفته نمیشه و نه اتفاق مطالع و نه عدم آن. پس واجب الصوم به هر بالای آن کسی که خبر برش به شهادت دو عدل یا جماعت مستفیض و منتشر شد. حنابله هم میگه که رؤیت هلال که ثابت شد در یک منطقه قریب باشه یا بعید باشه، بالای کل مردم روزه گرفتن ضرور است. حکم کسایی که ندیده مانند اونمو کسایی است که دیده. این نظریه مذاهب سیگانه بود. ولی شافعیان میگوید که اذا رؤی الهلال ببلد لازم حکمه البلد القریب للبعید. اینا میگه که در یک منطقه که هلال دیده شد بمو منطقه بلد القریب معتبر است، ولی به بعید معتبر نیست به حسب اختلاف المطالع فی الاساحه. میگه سعی نزدینایی است که مطالع مختلف هستن و اختلاف المطالع لا يكون فی اقل من 24 فرسخا. بنان میگه اختلاف مطالع در کمتر از 24 فرسخ نمی باشد، تقریبا در مدت سفر این مقامیه.
خو یک مسئله است که اگر اذا لم نوجب على البلد الاخر وهو البعيد فسافر اليه من بلد الرؤيا من سام به. کسی که آل شوافی که میگه که اختلاف مطالع معتبر است، مثلا این نفر در پاکستان است روزه گرفته یا در افغانستان است روزه گرفته است، این سفر کرده به او منطقه که در اونجا روزه نگرفته، حال چی کنه؟ خصوصا ای خویجا روزه گرفته، روزی 30 روزه شد، ولی اونجا در کشور دیگری رفت که اونا تا هنوز 29 هست، اونجا دیگه حال روزه ای بگیره، یعنی میگه به خاطر اتباع اونا بگیرد. و یا این که اگه ای جایید کده بود اونجا که رفت که اونا روزه داشتند، پس با روزه ای هم دیگه روزه بگیره از اونا اطاعت بکنند. ولی اگه ای طور بود که ای 27 روز 28 روز روزه گرفته بود اونجا که رفت، ببخشید اونا عید کرده بودن، که عید کرده بودن دالخی مجبور است که یا عید بکنه، عید بکنه یک روز باز قضایی بیاره. این عید معه مجوبا، چون که یکی از آنها شد. و کسی که عید کرد و سفینه و کشتیش روان شد یا تیارهش با بلده بعیده که او جا مردم روزه داشتن، خوبی است که صحیح همی است که روزه خدا نگاه دارن، اما قول احناف و رمو بود که گذشت قول مذاهب ثلاثه. غیر دلائل شافعیان اینا که میگه اختلاف مطالع معتبر است، استدلوا على اعتبار اختلاف المطالع بالسنه والقياس والمعقول. انها بس هي نوع دليل استدلال كردن، يك سنه دوم قياس ومعقول. سنه استدلوا بحديثين، هنا استدلال كردن بدو حديث، اولش حديث قريب ودومش حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث اول حديث قريب انسك ان ام الفضل كما ميجا ام الفضل بعثته الى معاويه صحابي است، میگه او را روان کرد به معاویه به سرزمین شام و میگه فقدمت الشام، به سرزمین شام آمدم، فقضیت حاجتها و کاری را که برای ما سپرده بود او را پوره کردم، و استهل علی رمضان و ماه رمضان بالایم آمد در حالی که مد سرزمین شام بودم. میگه پس هلال را دیدیم در شب جمعه، سپس به مدینه منوره در آخر ماه آمدم، از من عبدالله ابن عباس پرسان کرد، سپس هلال را ذکر کرد، باز گفت که شما چی وقت هلال را دیدی؟ یعنی ماه را دیدید؟ با ما گفتم که شب جمعه، گفت که تو دیدی؟ ما گفتم بله، و مردم هم دیدن و روزه گرفتن و معاویه هم روزه گرفت. باز ابن عباس رضی الله عنه گفت که ما لکن رأیناه لیلت السبت، لیکن ما لیلت السبت دیدیم، یعنی شما خود شام شب جمعه دیدیم ماه را، ما در شب شنبه دیدیم. بنان فلا نزال نصومو، ما روزه میگیریم، حتی نکمل 30 او نراه، یا تا این که 30 روزه پوره کنیم یا ببینیم ماه را. میگه فقلتو، ما گفتم الا نکتفی برؤیت معاویه و صیامه، ای اکتفا نکنیم با مو ماه دیدن معاویه و او سرزمین و روزه آنها؟ باز گفت که نه نخیر، هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، این چنین برای ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر نموده. از این حدیث شوافی استدلال می کند که اختلاف مطالع معتبر است، فعلی فدل على ان ابن عباس لم یأخذ برؤیت اهل شام، ابن عباس عمل نکد با دیدن اهل شام، و این دلالت داره به اینکه دیدن یک منطقه دلیل برای منطقه دیگر یا شهر دیگر شده نمیتواند، هر منطقه را مو دیدن خودش رؤیت خودش. حدیث دومی ابن عمر رضی الله عنه نبی اسلام فرمود انما الشهر 29، ماه 29 روز است، فلا تصوموا حتى تروه، روزه نگیرتان که بگی ببینید، ولا تفطروا افطار نکنید تا ان که ببینید، فان غم عليكم فاقدروا له، اگر باز پنهان شد استان ماه عبر بود پس اندازه را بلگانید، یعنی 30 روز که پورا شد بس، بعد از دیگه عید کنید. و هو يدل على ان وجوب الصوم منوط بالرؤيا، این حدیث دلالت داره به ای که وجوب یا فرضت رمضان روزه رمضان یو وابسته به دیدن ماه است.
لكن ليس المراد رؤية كل واحد، بل رؤية البعض. ضرور نیست که کل مردم ببینند، اما بعضی که گرفتن روزه بالای بعضی ضرور است، بعضی که بعضی دیگه گرفت بالای اونمو بعضی دیگری ضرور است، هر منطقه را دیدن خودش. ای دو حدیث شد برای این که اختلاف مطالعه معتبر است. دوم قیاس است. إنا قاس اختلاف مطالع القمر على اختلاف مطالع الشمس المنوط به اختلاف مواقيت الصلاة. إنا ميگوید كي مطالع قمر بمطالع آفتاب قياس ميشه، كي بأساس اختلاف مطالع آفتاب وقت نماز متفاوت است. اینجا لنماز در افغانستان فرض کنید 30 بجا روا می شود یا خوانده می شود یا 10 کم خوانده می شود، اما در سرزمین دیگری تفاوت می کند، یک ساعت بعد می خواند. پس وقتی که اختلاف نماز به اساس اختلاف مطالع قمر است، پس اختلاف روزه هم باید و اختلاف مطالع قمر باشد. ببخشید، اختلاف مطالع شمس که موجب اختلاف وقت نماز شد، پس اختلاف مطالع ماه هم باید سبب اختلاف در روزه گرفتن یا افطار نمودن باشد. سوم دلیل عقلی است که شریعت ای فرضیت رمضان را با ولادت شهر رمضان وابسته نموده و آغاز شهر مختلف می باشه به اختلاف کشورها و منطقه ها و دوری آن، که این اختلاف سبب اختلاف آغاز روزه می شود. وقتی که در هر جا ولادت ماه مستقل می باشد، پس در هر جا باید روزه هم مستقل گرفته شود. این دلایل شوافع بود که گذشت. الان میریم به دلایل جمهور. جمهور می گفتن که اختلاف مطالع اعتبار نداره، کل مسلمانان در یک وقت روزه بگیره یک وقت عید کنه، خلاص یکی و خلاص. اینا دو نوع دلیل داره، یکی دلیل از سنت، دو دلیل از قیاس. اما سنت، هرچه سنت از حدیثی ابو هريره رضي الله عنه اس و دغه حديث، صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، بعد دیدن ماه روزه بگیری، بعد دیدن ماه شوال افطار کنه. اگر باز پنهان شد از تان، پس شمار شعبان را 30 روز بکنه، بعد از او روزه بگیری. این دلالت داره به اینکه فرضیت صوم بالای کل مسلمانان وابسته به دیدن ماه است و مطلق به اطلاق خود جاری میشه. پس دیدن یک جماعت یا یک فرد مقبول الشهاده مانند دیدن کل مردم است. هرچه قیاس است، اینا قیاس میکنه بلدان بعیده را بالای شهرهای نزدیک از زورمو منطقه که ما دو دیده شده، چون فرق نداره. و کسی که فرق میکنه دی تحکم و بدماشی میکنه، یعنی حکم بلا دلیل میکنه. خو این نظری اینها بود. هذا وقد ذكر ابن حجر في الفتح ستة اقوال في الموضوع. ابن حجر شش قول را ذکر کرده این موضوع، و ما گفتم که در هر مذهب سه قول وجود دارد. و صنعانی میگوید والاقرب لزوم اهل بلد الرؤيا وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها على خط من خطوط الطول. خو باز شوکانی میگوید ان الحجه انما هي في المرفوع من روایت ابن عباس، چون که اینجا خو روایت ابن عباس میبینی، روایت ابن عباس که گفت هكذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی به دیدن معاویه رضی الله عنه هیچ اعتبار نداد. علی از حدیث چی جواب میدهید؟ شوکانی میگه که حدیث موقوف است، این خود قول ابن عباس است و حجت مرفوع، یعنی روایت مرفوع ابن عباس است، نه اجتهاد او. و یکی میگه هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا نزال نصوم حتی نکمل 30، اجتهاد خودش است.
بنان اجتهاد او برای ما دلیل شده نمیتواند. و چیزی دیگه ایست که ابن عباس رضی الله عنه که میگه که ما الروزی خود تکمیل میکنیم. ببینید چون که اینجا یک نفر آمد و ماه را به پایان رسانده بود، ماه به پایان رسیده بود، تکمیل شده بود، آلی او میخواست که عید بکنه. در عید شهادت ضرور است، در عید دو نفر ضرور است و اینجا نه دو نفر بوده و نه شهادت بوده. بناهن با این حدیث دو موضوع وابسته است، یکی آغاز روزه، دوم پایان روزه، یعنی اعلان عید. اعلان عید باز با یک نفر نمیشه، با دو نفر و شهادت بدهد، کلمه اشهدو بگوید که نه دیجا دو نفر وجود داره و نه کلمه اشهدو. با اونمو اساس ای خبر را ابن عباس رضی الله عنه اعتبار نداده. ورنه نزد ابن عباس رضی الله عنه هم ممکن اختلاف مطالعه معتبر نبوده باشه. و امری که در حدیث ابن عمر آمده، پس او با یک منطقه نیست، برای همه به طور ویژه هست. پس این مناقشه ای دلائل شد، دلائل شوافی را مناقشه کردیم که این روایت دو حدیث بود، هر دو حدیث مناقشه شد. بناهن آنچه که راجح است، نظر جمهور راجح است که هرگاه در یک منطقه ماه دیده شد، دیگه مردم هم باید عید بکند و حتی تا آنکه عبادت مسلمانان به یک وقت شوا و موحدتشان حفظ شوا و اختلافی که جایگاه و اختلاف غیر مقبول است این رفع شود. و دیگه ای که فرضیت سام وابسته به دیدن ماه است، بغیر از اینکه در بین اقطار و اطراف و نواحی زمین کدام فرقی داشته باشد. و علوم فلکی هم را تایید میکند که اول ماه شرعی در بین حکومتهای اسلامی یکی است، زیرا میان دورترین کشور اسلامی با دورترین کشور اسلامی دیگری تفاوت 9 ساعته هست. بنان در یک منطقه که ماه دیده شد، به مناطق دیگر مینمی دیدن کفایت میکند. پس وقتی که کفایت میکند، و حالا خب یک چیز دیگه که چرا همی فقهای اختلاف کردن و گفتن که نه هر منطقه را دیدن خودش، بخاطر که اونجا رسیدن خبر دو وقت، رسیدن خبر از مشرق تا مغرب و جنوب تا شمال در یک روزی خبر رسیدن خیال و محال بوده، چون که وسایل نبود. ولی حالا خو آن قدر وسایل در خدمت بشر قرار داده شده است که از نگاه برقی و تلفنی و واتساپی تکنولوژی آن قدر پیشرفت کرده، تصار العالم قریه صغیره، جهان مانند یک قریه کوچک شد. حالا دیگه که در مشرق دیده شد، در مغرب فورا دیده می شود. یعنی نظر بنده ای است که این نظر را شانورشای کشمیری هم ترجیح داده، که اگر علمای گذشته در عصر ما می بودن و ای خبری که از مشرق تا مغرب فوراً می رسد، ای اختلاف را نمی کردن. بناهن راجح نمی است که اختلاف مطالع معتبر نیست. بناهن در یک منطقه که ماه دیده شد، و دیگه مناطق هم باید روزه بگیرند و یا عید بکند. و صل الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفق وكامل ومؤيد باشد.